قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من با توجه به اینکه وقت رفته بسنده می کردم، ولی گرچه وقت رفته ولی موضوعی که انتخاب شده موضوع بسیار جوان و موضوع بسیار آموزنده و موضوع نیاز روز جامعه بشری و بالاخص مسلمانان هست. الله تبارک و تعالی به عنوان خالق و به عنوان حکیم و به عنوان مهربان ترین ذات بر جامعه بشری، این اشرف مخلوقات، او را تنها نگذاشته و الله تبارک و تعالی بشر را در طول تاریخ زندگیش با سه نعمت و با سه الگو و با سه رهنما و با سه چراغ هدایت همراهی کرده. یکی عقل که الله تبارک و تعالی به انسان عنایت کرده که بسیاری از مسائل را انسان در پرتو عقل میداند و تحلیل می کند و تجزیه می کند و تجربه می کند و بسیاری از رفاهیات و پیشرفت های بشر که امروز جامعه بشری بالاخص در قسمت طبیعی در اختیار داره، این نتیجه عقل و تجربیات عقلی او هست. ولذا الله تبارک و تعالی عقل را محترم شمرده و آنچه که بر عقل ضرر وارد میکنه او را حرام قرار داده، از جمله مواد مخدر را حرام قرار داده، شراب را حرام قرار داده و خیلی از چیزهایی که باعث خدشدار شدن توان عقلی انسان میشه او را الله تعالی حرام قرار داده. دلیل بر اینه که این نعمت پروردگاره. دو، کتاب الله، وحی که الله تبارک و تعالی و کامل ترین مسیر بشر و کامل ترین نوری است که انسان را به ملای اعلا و به ماوراء طبیعت هم میرسانه کتاب الله است و در کنار کتاب الله رجال الله را الله تبارک و تعالی انتخاب کردند که در رأس رجال الله انبیاء علیهم السلام هستند که آنها را الله تبارک و تعالی با کتاب خودشون و با معجزاتی که در اختیار انبیاء علیهم السلام گذاشتند برای راهنمایی بشر تقویت کردند و به تبعیت از انبیاء علیهم السلام در میادین مختلف ما انسانهای ویژه و انسانهای خاصی را چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی مشاهده میکنیم در تاریخ بشر که اینها نقش خاصی برای جامعه بشری، نقش های ماندگاری برای جامعه بشری ایفا کردن. ما میبینیم که محدثین عزیز و بزرگوار در آیین اسلام نقش به سزایی، امروز ما اون چرا که از سرمایه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و از گفتارهای گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داریم، در
اثر جهد و تلاش محدثین کرام بوده که شما یک بخشی از این مراسم مربوط به فارغ التحصیلانی است که توانستند در آخرین سال تحصیلیشون سهای سته که از کتابهای حدیث و کتابهایی هستند که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را در زمینه‌های مختلف ثبت و ضبط کردن، شما برای تشویق و ترغیب این فارغ التحصیلان آمدید. اینها در اثر جهد و تلاش محدثین به دست آمدند. فقهای کرام بالاخره کار بسیار عظیم و بزرگی را انجام دادند، با تدوین فقه و اصول فقه آمدند و آن وعده الهی را که الله تبارک و تعالی فرمود که من اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، این دین را تا قیام قیامت با بیان این اصول و با بیان این اجتهاد و با ترسیم این مسیر تا قیام قیامت برای علمای امت که بتوانند مشکلات و مستحدثات و مسائل شرعی و دینی امت را تا قیام قیامت پاسخگو بشن. اینا در زمره رجال الله هستند، مفسرین، حفاظ کلام الله مجید، شعراء، عرفا. اما در بین اینها نقش خلفاء راشدین یک نقش خاصی سروران گرامی، کاری را که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه انجام دادند بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، با کسانی که به ظاهر علیه اسلام قیام کردند، با مرتدین و با مانعین زکات، و حضرت صدیق اکبر استاد و گفت که اینقص الدین و انا حی، آیا امکان داره که در دین خدا خدشه ای بیاد و ابوبکر صدیق زنده باشد؟ از اون شخصیت های برجسته ای که موضوع صحبت بنده هم در ادامه اون خواهد بود، شخصیت والا و برجسته و نابغه جهان اسلام حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هست که ایشون در زمینه حکومتداری و در زمینه وضع قوانین حکومتی چنان نقشی را ایفا کردن که امروز بعد از گذشت 1400 اندی سال همه دنیای پیشرفته و همه حکومت هایی که میخوان واقعا دموکراسی اجرا بکنن، واقعا حقوق بشر را اجرا بکنن، چاره ای جز این که از قوانی دیا که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وضع کردن چاره ای ندارن از اون پیروی بکنن. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به نوبه خودش خدمتی را انجام داد که تا قیام قیامت امت اسلامی مرهون خدمت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. و یکی از مصداقهای بارز این آیه که الله تبارک و تعالی می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را نازل کردیم و محافظ او خواهیم بود، یکی از مصداقهای عملی این آیه حضرت عثمان بود که قرآن عظیم الشان را جمع کردن و به صورت امروزی که در اختیار داریم که در تمام عالم اسلام شما نگاه بکنید قرآن عظیم الشان یک اعراب هم یک حرف هم تفاوتی نداره. شما قرآنی را که در ایران است، قرآنی را که در پاکستان است، قرآنی را که در آفریقا است، قرآنی را که در اروپا است، قرآنی را که در آمریکا است، قرآنی را که در هر جای این کره خاکی قرار داره، شما مقایسه بکنید و بیارید برابری بکنید، یک حرف هم تفاوت نداره. این وعده الهی هست. و حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه اون روزی که دین مقدس اسلام به دست افراطیون، به دست جهال و به دست ظاهربینان خوارج میرفت که فقط یک پوستی از اسلام باقی بمانه و اسلام را تعبیر بکنند به عبادتهای ظاهری، حضرت علی رضی الله تعالی عنه در مقابل خوارج ایستاد، پوزه اونها را به خاک مالید و اعلام کرد که اون میراثی را که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دین اسلام گذاشته، اون یک دینی است کامل، دینی است جامع، در همه ابعاد زندگی بشر دخالت داره، برای همه ابعاد زندگی بشر برنامه داره، برای همه شؤونات زندگی بشریت او اصول داره و قواعد داره. اینها انسانهایی بودن سروران گرامی که در تاریخ بشریت کارهای خاصی انجام دادند که تا قیام قیامت اینها مانند کارهایشون جاودان خواهند موند. الله تبارک و تعالی از این جمع به همه رجال الله و انبیاء علیهم السلام و متبعین اونها بهترین جزای خیر را الله تبارک و تعالی عنایت بفرماید.
اصل موضوع صحبتم پیرامون مدیریت و برنامه های حکومتی و عدالتی حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هست، ولی مناسب هست که شما به صورت بسیار مختصر با بیوگرافی و زندگی ابتدایی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آشنا بشید. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه از طایفه قریش و در جد هشتم با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم متصل میشه. در جد هشتم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نسب حضرت عمر و نسب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به هم میپیوندند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زندگی خودشون ازدواج های متعددی داشتن، از جمله اون ازدواج ها یک ازدواج بسیار میمون و مبارک که باعث خیر و باعث برکات بسیار زیادی شد، ازدواجی بود که با فرزند برومند و گرامی حضرت علی رضی الله تعالی عنه و فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها انجام دادن و باعث فرزندان صالح و فرزند نیکی از حضرت ام کلثوم شدن. ایشون جمعا 13 تا فرزند داشتند، 9 تا پسر و عرض کنم که 4 تا دختر. پسرانشون عبارت بودند از زید اکبر، زید اصغر، 3 تا فرزند به نام عبدالرحمن داشتند، عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن اصغر. فرزندی به نام حضرت عبدالله داشتند، فرزندی به نام عبیدالله داشتند، فرزندی به نام عاصم داشتند، فرزندی به نام عیاض داشتند و اینها فرزندان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند و دخترانشون عبارت بودند از حضرت حفصه ام المؤمنین رضی الله تعالی آنها و حضرت رقیه، حضرت زینب و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهن. اینها فرزندان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. و یک نکته ای را باید ما در سیرت صحابه، در سیرت خلفای راشدین، در سیرت تاریخ صدر اسلام دقت بفرماییم و این نکته را اگر مسلمانان دقت بکنند، ان شاء الله هیچ وقت دچار فرقه گرایی نخواهند شد، دچار مشکلات فرقه ای نخواهند شد. شما ببینید اینجا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست که فرزندانش را با این نام نامگذاری میکنه. زینب که اسم فرزندش را گذاشته دختر رسول الله هست. رقیه که حضرت عمر برای دختر خودش انتخاب کرده اسم دختر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست. و عرض کنم که فاطمه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای دختر خودش انتخاب کرده فرزند حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست. حضرت همسر برومند حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. اون طرف نگاه بکنیم میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میآید اسم فرزند خودش را، اسم یکی از فرزندان خودش را ابوبکر میگذارد، اسم یکی از فرزندان خودش را عمر میگذارد، اسم یکی از فرزندان خودش را عثمان میگذارد، فرزندش را به ازدواج و به نکاح حضرت عمر در میارد. این بیانگری چیه؟ این بیانگری اینه که اینها باور و یقین داشتن کونو عباد الله اخوانا، شما بنده خدا و برادر یکدیگر باشید. در عبادت شما خدا را اطاعت کنید، خدا را بندگی بکنید و در معاشرت با یکدیگر برادر باشید. اگر ما مسلمانان امروز جامعه اسلامی، فرقهای مختلف اسلامی این شیوه زندگی صحابه را، شیوه زندگی خلفای راشدین را، شیوه زندگی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را اگر پیش رو بگیرند، الله تبارک و تعالی اونها را از اختلاف و از تشتت که بدترین آفت برای جامعه اسلامی، بدترین آفت برای مسلمانان، بدترین آفت برای انسانها اختلاف و درگیری هست، اون اختلاف و درگیری، اون عذاب را و اون آفت را الله تبارک و تعالی از بین امت اسلامی و از بین مسلمانان برطرف خواهد کرد. لذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میخواد آب به سفر بره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه را جانشین خودش میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
هر کار مهمی را میخواستن انجام بدن، حضرت علی مشاور اعلی حضرت عمر بود. آن میخواد برای جنگ بره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میاد میگه آه شما عمود اسلامی در شرایط فعلی، شما بشینید، اگر شما ضربه بخورید مسلمان ها ضربه میخورن، ولی اگر کسی دیگه شهید بشه افتخاری است برای او، اما عمود اسلام و جامعه اسلامی متضرر نخواهد شد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمده و بر جنازه حضرت عمر رضی الله عنه، این جمله را گوش کنید، خیلی جمله زیبایی است، جمله است که باید ما مسلمان ها به عنوان پیروان حضرت عمر و به عنوان پیروان حضرت علی رضی الله تعالی عنه، این تعبیراتی را که اینها با هم دیگه دارند، این تعبیرات را با آب طلا بنویسیم. اگر ما میخواهیم واقعا بفهمیم که اسلام چیه، اگر ما میخواهیم بدانیم که چه چیزی این انسانهای بدوی را ظاهرن، این انسانهای بی تمدن را، اینهایی که در غار زندگی میکردن، اینهایی که بخش بسیاری از اینها به بت پرستی مبتلا بودن، به جنگهای عصبیت و قومیت مبتلا بودن، چه چیزی اینها را متحول کرد، اگر اینها این حالت را ما تصور بکنیم، خیلی از مشکلات عالم اسلامی حل خواهد شد، بالاخص برای ما ملت ایران که به هر حال ما میخواهیم به دنیا بگیم که آقا اسلام تنها اون حکومتی هست که میتواند جامعه بشری را از مشکلات و از سختی ها برهاند. ولذا حضرت علی رضی الله تعالی عنه میآید، میدانید چه جمله‌ای برای حضرت عمر، حالا که حضرت عمر وفات کرده، نه ترسی هست و نه رو درواسی هست و هیچی نیست، دور از شأن حضرت علی بین صحابه رسول الله، اصلا این مسائل و این مفاهیمی که امروز گاهن بعضی آدمهای افراطی و نادان از طرف شیعه، از طرف سنی، از طرف فرقه گرایی مطرح میکنند، والله العظیم بین صحابه رسول الله چنین فضایی نبود. دو جمله حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر جنازه حضرت عمر وقتی می آید او را وداع بگه و می خواد با او خدا حافظی بکنه، دو تا جمله حضرت علی به کار می بره. یک جملهش اینه، حضرت علی می فرماید خطاب به جنازه حضرت عمر که من از خدایم امیدوارم که تو را خدا با دو دوستت محشور بگرداند، یعنی محمد رسول الله و حضرت ابوبکر صدیق، و برای بیان این جمله سندی بیان میکنه و حضرت علی میگه من خیلی به کثرت شهیدم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نام ابوبکر و عمر را بر زبان می آورد. این احساسات حضرت علی بعد از وفات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است. و جمله دیگری که به کار میبره میفرماید من عمر بهتر از تو کسی را بعد از بهتر از تو روی این دنیا نمی بینم، اگر خدای تبارک و تعالی با تو مثل اعمالت رفتار بکنه. یعنی این اعمال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنان پسندیده و چنان محبوب در چشم حضرت علی هست که او را معیار شایستگی و معیار برتری حضرت عمر نسبت به دیگران می دانه. این فضای دینه، این فضای اسلامه، این تعلیم، این تاریخ صدر اسلامه. ما ای که همه بلا استثناء شیعه و سنی، همه فرق اسلامی به تاریخ صدر اسلام و به شاگردان اولی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم افتخار میکنن، این تاریخ صدر اسلامه، این رفتار اونهاست و این گونه خاضع و متواضع در مقابل فرمان الهی نگاه نمیکنه قبیله چیه، پست چیه، مقام چیه، اعتراف میکنن و اقرار میکنن و سلوحه الگوی زندگی خودشون قرار میدن، کونو عباد الله اخوانا، شما بنده خدا و برادر یکدیگر باشید. و لذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کنیه مبارکش ابو حفصه، لقبش که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به او عنایت کرده، این لقب را به حضرت عمر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر اگر امروز من و شما میگیم صدیق، این صدیقیت را رسول الله بهش داد، تو یک حادثه ای، تو یک جریانی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوبکر لقب صدیق را داد و در جریان دیگری به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لقب فاروق را عنایت کرد، و لحاظا لقب ایشون فاروقه و کنیه مبارکش ابو حفصه. 63 سال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زندگی کرد، 10 سال و اندی خلافت کرد و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمینه های مختلف الگوی اولی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن عظیم الشان بود، قرآن را تلاوت می کرد و در از آیه های مختلف قرآن عظیم الشان
اصول مختلف دین را، اصول مختلف شریعت را، این که من شما امروز میگه آ خالق الله است، رب الله است، مالک الله است و قادر الله است، مالک نفع و ضرر الله است، اینا حرفایی هستند که قرآن به ما می آموزد. اینا حرفایی هستند که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن را می گذاشت جلوش، تلاوت می کرد و به تک تک این آیه های قرآن عظیم الشان ایمان می آورد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه توحید را و خالقیت را از این آیه مفسرین نوشتن که از این آیه حضرت عمر، این قول حضرت عمر هست که وقتی این آیه را میخوان ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش، و این آیه را تلاوت کردن تا اینجا که قرآن عظیم الشان میفرماید الا له الخلق والامر، همه دستورات خالقیت از آن پروردگار، این آسمان و زمین را آفریده، این کائنات را فریده، پس خالق او هست، چون هیچ ذات دیگری، هیچ موجود دیگری توانایی این چنین نداره. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به این عقیده رسیده بودند و این اعتقاد را داشتند که مالک رب العالمینه، و این آیه را تلاوت میکردند و میفرمود و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فرمود که هر نعمتی را شما در اختیار دارید همه این از جانب پروردگار، اگر مال، اگر اولاد، اگر عافیت و سلامتی، اگر امنیت، اگر پست و مقام، اگر زیبایی و جمال، اگر عزت، همه و همه و ما بكم من نعمت فمن الله، این از جانب پروردگار، یعنی مالک خداست، نعمت این هم همه این نعمت ها گرچه ما از اسباب ظاهری اونها رو به دست میاریم، اما مالک اصلی رب العالمینه. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک عقیده دیگری داشت، امروز ما بیاییم و با رسول الله و با یاران رسول الله، با خلفای راشدین و با بزرگان دین، با ائمه دین، با خاندان محمد رسول الله و اهل بیت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیعت بکنیم، بگه اون مسیری را که اونها می رفتن و معزز شدن، خودشون سربلند شدن، ملت را سربلند کردن، دین را سربلند کردن، رضایت خدا را برای خودشون کسب کردن، امروز بیاییم و در این جلسه با خودمون و با خدایمون عهد بکنیم که این گونه خواهیم بود. حاضرید انشاءالله. ماشاءالله، جزاكم الله. حضرت عمر اعتقاد داشت که خدای تبارک و تعالی، این اعتقاد حضرت عمر برگرفته از قرآنه، من اعتقاد ایشون را بیان میکنم و سند اعتقادش را هم خدمت شما بیان میکنم. حضرت عمر اعتقاد داشت که توی این کائنات کوچکترین حرکتی صورت نمیگیره مگر پیش خدای تبارک و تعالی ثبت و ضبط میشد، و این آیه را تلاوت میکرد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، فرمود که هیچ کلمه ای از زبان هیچ کسی صادر نمی شود مگر خدای تبارک و تعالی او را مراقبت می کند، پیش خدای تبارک و تعالی او ثبت و ضبط می شه. ولذا عزیزان گرامی، حضرت عمر در اثر تلاوت قرآن، خوب دقت بفرمایید عزیزان گرامی، ما گاهی می خواهیم بگیم ما چه کار بکنیم که ما به مسیر صحابه گامزن بشیم، به مسیر رسول الله گامزن بشیم، چه کار بکنیم که اخلاق رسول الله در زندگی ما پیاده بشه، چه کار بکنیم که اون اعزاز، اون اکرام، اون نصرت، اون رحمت پروردگار که شامل حال اونها شده بود شامل حال ما بشود. قرآن عظیم الشان به ما میگه چیکار بکنیم، سیرت صحابه به ما میگه چیکار بکنیم، سیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به ما میگه چیکار بکنیم. یکی از خصوصیات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، خصوصیات اخلاقی و عملیش این بود که حضرت عمر رضی الله تعالی به شدت از خدای تبارک و تعالی میترسید، خوف خدا به کثرت در دل حضرت عمر بود، و به همین خاطر حضرت عمر دیگران را توصیه می کرد. این جمله حضرت عمر را دقت بفرمایید که حضرت عمر چه توصیه می کرد، فرمود که اکثر من ذکر النار، مردم آتش جهنم را فراموش نکنید، به کثرت به یاد بیارید که پیش رو یک آتشی داریم به نام آتش جهنم، خصوصیاتش چیه؟ فرمود حرها شدید، قعرها بعید و مقامعها حدید. این سه تا ویژگی را برای آتش جهنم حضرت عمر، و وقتی آدم این ویژگی ها را متذکر میشه، اگر واقعا انسانی باشه و واقعا در وجودش قلب انسانی داشته باشه، والله العظیم
تکان میخوره. حضرت عمر میفرماید اکثروا من ذکر النار، آتش جهنم را و سختی های جهنم را بیاد بیارید و به کثرت بیاد بیارید اگر میخواهید که سحر بلند بشید، اگر میخواهید که روزهای گرم تابستانی را بگیرید، اگر میخواهید که تحمل بکنید در گرمای خرداد و تیر و مرداد برای شنیدن حرف حق تحمل بکنید، اکثروا من ذکر النار فان حرها شدید، گرمای جهنم سخته، قارها بعید و عمقش بسیار زیاده و مقامها حدید، چنگکایشم آهنی هستند. انسان را مثل آدم انسان گناهکار را خدا ما را همه ما را نجات بده، انسان های گناهکار را مثل آهن رو به خودشون می روبایند. و حضرت عمر زهد، حالا میخوایم چیکار بکنیم که اون سیرت صحابه و رسول الله، اخلاق رسول الله در ما بیاد؟ این صفات را در نظر بگیرید، خوف خدا، زهد از دنیا. یک مطلبی را که گاهی انسان ها اشتباه میکنند و فکر میکنند زهد دنیا یعنی ترک دنیا، نه، زهد دنیا ترک دنیا نیست. زهد دنیا معنایش اینه که ما دنیا را بشناسیم و ماهیت دنیا را بدانیم، محب او را در دلمون نبریم. زهد دنیا یعنی این. حضرت عمر گاهی به این متاع نگاه میکرد و میفرمود کن که عابری سبیل، فرمود شما مثل مسافر یا مانند یه راهگذری باشی. بعد حضرت عمر آیه دیگری از قرآن را تلاوت میکرد که دنیا ناپایداره، دنیا ماندگار نیست. آیه حدیث دیگر رسول الله را تلاوت میکرد که در حدیث میاد که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر این دنیا پیش خدا به اندازه پر پشه ارزش داشت، خدا تبارک و تعالی یک جرعه هم به کفار نمیداد. یعنی اگر امروز در خدا این را در اختیار اینها گذاشته، این معنای اینه که دنیا پیش خدا ارزش نداره. البته اگر الله تعالی به کسی دنیایی میده، در راه خدا هزینه میکنه و در مسیر دین خدا هزینه میکنه، این میتونه برای این انسان ارزشی باشه. و تقوا، خوب دقت کنی. امروز میخوایم شما را با موفقیت های حضرت عمر آشنا بکنیم. حضرت عمر در بستر وفات قرار گرفته، خوب دقت کنید. پزشکان آمدن میگن برای زخم شما اثر خوبه، برای زخم شما، برای بهبودی زخم شما اثر خوبه. حضرت عمر اثر نداره، میگن میاریم از بیت المال، میگن خیر، این مال من نیست. میگه جمع کنید، مسلمان ها را جمع کنید، اگر اجازه دادم من از این اثر استفاده میکنم. زخمیه، دشمن بهش حمله کرده، خنجر زهرآگین بهش زده، ولی میگن خیر، توی این بستر مرگ هم من باید تقوای الهی و ورع و پرهیزگاری رعایت بکنه. غلامی داره برای شیر آورده. آب ببینه وقتی که انسان این آیه را من تلاوت کردم که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی خالص اینه که اون انسان های وارسته طعم شیر را هم میفهمیدن، طعم شیر را میفهمیدن. غلامی برای حضرت عمر شیر آورده. خوب دقت بفرمایید دوستان گرامی، ببین ما هم تو روزیمون اینجوریم، ما هم در رزقی که استفاده میکنیم اینجوریم. شیر آورده برای حضرت عمر، به دهن میزنه یا این شیر چیه، این طعم دیگه ای داره. غلام اعتراف میکنه یا شطور شما، بچه شطور شما رفته بود و مادرش را چوشیده بود و به تعبیر محلی گوشتی که هر را شده هشته را میتا، من شیدگه هشتر آن شب بیت المال هشتر هم بطه هشتری اون دوشته. گو من شطوری که شطور شخصی شما بچه اش رفته بود، شرای مادرش را خورده بود، ولی من باید برای شما شیر می آوردم، ولی زم من یکی از شطران بیت المال را دوشیدم برای شما آوردم. گو بیچاره من داری بدبخت می کنی. ولی این تقوای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست و تواضع حضرت عمر را نگاه بکنید. حضرت عمر لباس پوشیده، داره از کوچه مدینه رد میشه، مسجد میخواد بره. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بالاخانه ای داره و ناودانش به کوچه سرازیره. تو همین لحظه مرغی را، دو تا مرغ کشته بودن، تو همین لحظه شستنش آب خونالود بر روی لباسای حضرت عمر ریخت. حضرت عمر ناراحت شد، این ناودان را در آورد. بعد حضرت عباس آمد و گفت که عمر رضی الله تعالی عنه گفت این ناودان را محمد رسول الله با دست خودش گذاشته بود. فکر میکنید چه عکس عملی نشان بده؟ گفت من میشینم. حضرت عمر گفت من میشینم. به حضرت عباس گفت شما بیا روی شانه من، پا روی شانه من بگذار و بنوان نردبان دوباره این
نابدان را اونجایی که رسول الله با دست مبارکش گذاشته بود دوباره اونجا بگذار. عمر امیر المؤمنین خلیفه المسلمین نشسته، یکی از رعیت پا روی شانهش میگذاره، اونه میخواد وصلش کنه. این تواضع حضرت عمر هست. و یک جمله دیگه از خصوصیات ذاتیش میگم و بقیه انشاءالله خصوصیات حکومتیش را از عرض میکنم. کسی آمد، این نکته را خوب دقت بفرمایید، شخصی به نام عیینه برادرزاده خودش را واسطه میکنه حر بن قیس را خدمت حضرت عمر، یا شما با حضرت عمر میانت خوبه، برای من وقتی بگیر، من میخوام چند کلمه حرف با حضرت عمر بزنم. حر میاد از محضر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه درخواست میکنه، عیینه میخواد با شما حرف بزنه، گفت بیاد. اما عیینه بدون پروا، بدون ابا، گفت عمر شما به مردم عطا جزیل نمیدی، اموال که میآید شما این اموال را بین مردم به کثرت تقسیم نمیکنی و بین ما عدالت هم نمیکنی. چون این تهمت بود، این جمله، این عیینه تهمت بود، افترا بود. حضرت عمر خشمگین شد، خیلی خشمگین شد، میخواست برخورد بکنه، ولی حر یک جمله به کار برد. حر گفت خذ العفو و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. عمر این حرف حرف نابخردانه ای بود، شما معافش کن. انگار بر حضرت عمر آب ریختن، انگار بر حضرت عمر آب ریختن و تمام اون آثار خشم و غضب از بین رفت و هیچ برخوردی با عیینه نکرد. عمر از کجا یاد گرفته بود؟ این را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از سیرت محمد رسول الله، که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بر جنازه تک پاره حضرت حمزه حاضر شد و قسم یاد کرد که 70 نفر را به انتقام شما من از کفار میکشم، این آیه نازل شد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از انتقام گرفتن از خون حضرت سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه صرف نظر کرد. و اون چی که حضرت عمر در مسند حکومت به عنوان اساس و به عنوان اساس بقای حکومت تا قیامت بنیان گذاری کرده، من شمعی را خدمت شما بیان می کنم. یکی از اون مظهرها و یکی از اون قوانینی که تا امروز دنیا تشنه او هست، اون بحث عدالت و مساوات بود. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر عدالت و بر مساوات بسیار تاکید داشتن، حالا مصداق هم داشتن، ولی مفهوم کلی عدالت در نگاه حضرت عمر این بود. عزیزان گرامی، مفهوم کلی عدالت این بود که ظلم از جهان برچیده بشه، تبعیض از جهان برچیده بشه و اون رفتارهای طبقاتی از جهان برچیده بشه. یعنی یک فقیر و یک غنی هر دو یکسان به حاکم دسترسی داشته باشن، هر دو یکسان به قانون دسترسی داشته باشن، هر دو یکسان قانون را پناه خودشون بدانند. و در این راستا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این اجرای عدالت و مساوات را در خانواده خودش و در بزرگترین انسان ها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این را اجرا کرد. فرزند حضرت عمر رضی الله، این بنده خوب دقت بفرمایید عزیزان گرامی، و برای همه کسانی که امروز در دنیا منصب امور مسلمین را، بالاخص حکام مسلمان منصب امور مسلمین را در دست دارن، ببینن حضرت عمر چه کار میکنه. یکی از فرزندان حضرت عمر به نام عبدالرحمن ابن عمر در مصر در زیر ولایت حضرت عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه مرتکب شراب خوری میشود، شراب میخوره. حضرت عمرو ابن عاص میخواد که اجرای حد بکنه، ایشون شراب خورده باید شلاق بخوره، اما برای اینکه میگه ابروی امیر المؤمنین نره، رعایت حضرت عمر بشه، فرزند او میبره در خانه اجرای حد میکنه. به جای اینکه در ملای عام این کار را بکنه، فرزند او را در یک محیط بسته ای اجرای حد میکنه. خبر به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میرسه و حضرت عمر بلا فاصله عمر بن عاص را توبیخ میکنه و میگه من شما را از حکومت مصر عزل میکنم و گناه تو تبعیض است که شما نسبت فرزند عمر با فرزند بقیه مسلمان ها قائل شدید. گناه کرده، و اگر گناه کرده، اگر این گناه فرد دیگری میکرد باید در مرای آن شلاق میکرد، فرزند عمر با دیگران فرقی نداره. یکی از آخرین پادشاه غسانی، جبله ابن ایهم، آخرین پادشاه غسانی میخواد مسلمان بشه، پیغام میفرسته به حضرت عمر و حضرت عمر بسیار خوشحال میشه از ایمان او، بسیار خوشحال میشه. و تا زمانی که در مدینه طیبه بود حضرت عمر مرتب پیشی سر میزد،
ایشون را مورد تفقد قرار میداد و نوبت به حج میرسه. جبرئیل و کاروان حج مسلمان ها به حج می آید. در حین طواف یک فقیری پای و ازار جبرئیل را لگت می کند، ازارش باز میشه و این شخص سیلی را به صورت این فقیر می نواخه و می که بالاخره این خانه کعبه بود، من با تو این رفتار بینی این شخص میشکنه، میاد خدمت حضرت عمر، یا این مهمان شما، این فرد حاکم، این کسی که شما آرزوی ایمان آوردنش را داشتی با من همچین برخوردی کرد. بلا فاصله حضرت عمر رضی الله تعالی جبل را احضار میکنه، میگه شما این کار را کردی. میگه که حضرت عمر، به حضرت عمر میگه اگر احترام کعبه نبود، من آنچه که چشمای او هستن او را جدا میکردن، یعنی سر از تنش جدا میکردن، ولی من به خاطر احترام کعبه چونی برخوردی نکردم، یه سری زدم بینی شکسته. حضرت عمر میگه به جرم تکرار کردی، اعتراف کردی، حالا یا رضایت این فقیر، رضایت این صحرانشین را بگیر یا من ازت انتقام میگیرم. میگه به حضرت عمر میگه من فکر میکردم که من در اسلام عزیزتر باشم از دوران جاهلیتم. میگه تو الانم عزیزی، اسلام تو را عزیز کرده، اما قانون اسلام اینه تو و او با هم برابری. به این میگم مساوات. و بالاخره این شخص مجبور میشه، تسلیم میشه، حالا مهلت خواست و بعد این بدنصیب مرتد شد و فرار کرد و بعدها شعری میخواند که هی کاش که این امین بالله شعری میخواند که هی کاش که من چشم بینای اسلام را به چشم کور نصرانیت عوض نمیکردم، من حاضر میشدم که حضرت عمر از من انتقام بگیرد ولی دچار این مشکل نمیشدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای انتخاب استانداران خودش یک سری ویژگی هایی داشت. امروز جهان بشریت و جهان اسلام بالاخص چاره ای جز این که این شیوه های برگرفته از قرآن عظیم الشان، این شیوه های برگرفته از سنت رسول الله، این شیوه های برگرفته از کلام گوهربار محمد رسول الله را برای زندگی بشری پیاده بکنن، والله العظیم چاره ای ندارن. اینا کارهایی بود که خدا بر زبان حضرت عمر و به دست حضرت عمر جاری کرد. سندش اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که کان فی ما کان من قبلکم محدثون فان یک احد فی امتی فانه عمر رضی الله تعالی عنه. فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در امتان قبلی انسانهای ملهم بودن، انسانهایی که خدا در دل اونها و به دست اونها کارهای خارق العاده و فوق العاده انجام میداد، اگر در امت من کسی باشه اون عمر ابن خطابه. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اصولش برای انتخاب استانداران این بود: یک، باید قوی باشه. دو، امانت دار باشه. من که میگم برگرفته از قرآن، این آیه قرآن وقتی حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام درخواست کرد عزیز مصر، گفت آقا من وزیر اقتصاد بگذار، برای این حرفش گفت که اجعلنی علی خزائن الارض انی قوی امین، من هم توانایی این کار را دارم، تخصص این کار را دارم، هم امانت این کار را دارم. لذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شرایطش این بود: یک، استاندار باید قوت اجرایی و آدم توانمند و قاطع باشه. دو، امانت دار باشه. سه، دارای علم و دانش باشه. چهار، دارای بصیرت عقلی باشه. عجب اصولی را وضع کرده. گاهی یک فردی ممکنه خیلی علم داشته باشه ولی بصیرت نداشته باشه، همون چیزی که من شما به زبان ساده تعبیر میکنه عقلی کافی نداشته باشه. علم بدون عقل، علم بدون بصیرت نمیتونه برای انسان عجیبه. چهار، این فرد باید رحم بر امت داشته باشه، بر زیر دستان، بر رعیت باید شفقت و رحمت داشته باشه. و پنج، خودش طالب مقام نباشه. اگر کسی پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طالب مقام بود و پارتی بازی میکرد، حضرت عمر هرگز به او پست و مسئولیت و مقام نمیداد. شش، دارایی ولات خودش را، دارایی استانداران خودش را قبل و بعد از حکومت محاسبه میکرد، ثبت و ضبط میکرد. یعنی وقتی میخواست کسی را استاندار بگذاره، حتما مجموعه دارایی این نظارت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اعتماد میکرد و به مردم منطقه اکرام میکرد، مردم منطقه را اکرام میکرد و از اونها کفار را بر امور مسلمین مسلط نمیکرد. کفار را بر امور مسلمین، چون قرآن عظیم الشان فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، الله تبارک و تعالی کفار را بر مسلمانان مسلط نکرده، ولی در عین حالی که اینجا به این آیه عمل میکرد، اکیداً به استانداران خودشون دستور داده بود که آقا مواظب باشید که اهل ذمه از شما آزار و اذیت نه، کسی بر اهل ذمه ظلم نکنه، کسی اهل ذمه را مورد تبعیض قرار نده، کسی به
حقوق مسلم و حقوق حق اقلیت ها تعرض و تعدی نکنه. اگر میکرد اون استاندار محاکمه میکرد، اون شخص ظالم را محاکمه میکرد. حالا عدد یادم نمیمونه که من عدد بگم. یکی دیگر از ویژگی های حکومتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این بود که امنیت شخصی، خانوادگی و فردی مردم را لحاظ میکرد. یعنی اگر بچه ای ظلم میکرد، اگر پدری ظلم میکرد، همسرش را نمی آوردن بازداشت نمیکردن، برادرش را بازداشت نمیکردن، کسی دیگر را بازداشت نمی کنه و آتا فلانی نیا تو را ول نمی کنی. قرآن می فرماید این آیه می گفت فلا عدوان الا علی الظالمین، فلا عدوان الا، بر هیچ کسی حق تعرض کسی نداره مگر کسی که مرتکب ظلم شده باشه. اگر کسی ظلم می کرده، مرتکب جرم شده، مرتکب گناه شده، و الا فلا عدوان الا علی الظالمین. آزادی عقیده را به تمام معنا حضرت عمر جز اصول حکومتیش بود. حالا خوب دقت کنید، مصداقش را هم نگاه بکنید. آزادی عقیده جزء اصول حکومتیه. امروز همه دنیا، همه حکومت‌های دنیا میگه آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی عرض کنم که عقیده، ولی حالا ببینید حضرت عمر غلامی داره. حضرت عمر غلامی داره، نصرانیه. به غلامش میگه تو آدم مستعدی. به غلام نصرانی خودش میگه شما آدم مستعد و توانمندی، بیا ایمان بیار تا من بتونم از وجود تو در امور مسلمین استفاده بکنم. غلام حضرت عمر میدانی به او چی جوابی میده؟ میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین، قرآن، عمر، قرآن تو میگه لا اکراه فی الدین، من مجبور نکنم، من همین عقیده ای را که دارم به همین عمل میکنم. و حضرت عمر تسلیم میشه. حالا عقده هم نمیکنه، عقده هم نمیکنه که من این آقا را گفتم مسلمان باش، به پست میدم، موقعیت میدم، مقام میدم. آخر عمر میرسه این غلام را صدا میکنه که تو برو به نام خدا آزادی، تو آزادی. نمیگه این حرف عمر را بر نداشت، نمیگه آقا این فرصت را از دست داد، این موقعیت را از دست داد، این مقام را از دست داد، این جایگاه را. میگه نه، برو آقا آزادی، تو نصرانی هستی، من مسلمانم، من موظف بودم تو را به وحدت الهی و توحید الهی دعوت بکنم، ولی نپذیرفتی، اشکال نداره، تو آزادی. و جزء امروز متاسفانه این اصل خیلی جاها رعایت نمیشه، جزء اصول حکومتی حضرت عمر بود که مسئولین سابق را احترام میکردن. اگر کسی در منصب و در دوران خلافت حضرت عمر دارای منصبی بود، حالا یا به قول امروزی ها بازنشست میشد یا برکنار میشد، حرمتش را رعایت میکرد. از تجربه، اگر تجربه ای داشت، از تجربیاتش استفاده میشد. احترام به مسئولین سابق جزء اصول حکومتی حضرت عمر بود. و برای والیان خودش تعدادی وظائف مهم که در قالب قانون بودند. یک، فرمود که امور دین را برپا دارید. دو، احکام اسلام را نشر کنید. سه، اقامت الصلاه. ببین در اقامه امور دین نماز داخل بود، ولی این را جداگانه حضرت عمر نوشت. این را جداگانه نوشت و بعد توصیه میکرد که ان من اهم اموركم الصلاة فمن ضيعها فكان لما سواها أضيع. فرمود که یکی از مهمترین مسائل نمازه. و امروز میبینیم خیلی از جاها بالاخره نماز را بر نمیتابند، تحمل نمیکنند. مساجد را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مساجد را توسعه میداد. دین از مرکز دین پخش میشه. اگر مسجد نباشه، حوزه نباشه، تعلیم نباشه، تعلم نباشه، اجرای عملی احکام نباشه، مردم چی میدانن؟ لذا جزء اصول حکومتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این بود که مساجد را توسعه میداد، تکثیر میداد. و همین مسجد النبی که الله من شما را بار بار زیارت مسجد النبی و حرمین را زیارت نصیب من بکنه، یکی از توسعه‌هایش در دوران حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صورت گرفت. و امور حج را تأثیر میکرد
و جالب این که از کنگره عظیم حج حضرت عمر بهره برداری حکومتی میکرد. جلسه مشترک حضرت عمر نشسته، حجاج نشستن، حکام حضرت عمر نشستن و اعلام میکنه که مردم، من اینجا امروز نشستم از والیان من، از استانداران من، از متولیان امر من، هر که شکایتی داره عمر اینجا نشسته بیاد، من دادخواهی میکنم و به دادش میرسم. و بسیاری در اثر این مراقبت اصولی حضرت عمر دست از پا خطا نمیکرد و اگر خطایی میکرد حضرت عمر رضی الله تعالی وفق قانون باش برخورد میکرد. برای توسعه امور عمرانی حضرت عمر قاعده داشت، بودجه مستقل داشت. شهر بصره در دوران حضرت عمر به دستور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ساخته شد، کوفه هاکذا و بسیاری. و آخرین جمله من اینه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور داده بود که آقا فرقی در بین ملت، فرقی بین عرب و عجم و فارس و کرد و ترک، علی کرد و ترکی که الان من تعبیر خود منه، ولی تعبیر خودش این بود که بین ملت فرق قومی و نژادی گذاشته نشود. همه باید در پرتو دین، در پرتو اسلام، در پرتو حکومت اسلامی از حقوق مساوی خودشون بهره مند بشن. و کسی و می فرمود که ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و آخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا